you're trying to reserve a guild name, you need to ignore everything and just get your faction ASAP. Now, after آره خیلی مهمه، خیلی مهمه. این البته واسه کسایی که میخوان گیلد رو بسازن خیلی مهمه که سریع مین کوستا رو برن و بتونن فکشنشون رو بسازن که اسمو ریزرو کنن دیگه، یعنی اون اسمی که میخوان سریع بگیرن. Why you rush a faction is because it opens up a lot of other features in the game. خیلی مهمه. اولین فرصتی که کوست فکشن رو بهتون میده به فکر میکنم لول 8 باشه. لول 8 شما میتونید جوین یکی از این فکشن هاشید. فکشنی هم که ما قراره بازی کنیم ماردرز، فکشن سبزا. گیلدز PVP، you know, so وای پسر PVP تو این بازی خداست. نمیدونم کیا هستن مثل ویدیوهای من، خودم 50-50 بازی نکردم، یعنی بتلی که سر ستلمنت رو من خودم بازی نکردم، ولی من یه فایت چوسکیه فورتش و قلعهش رو که مثلا کلا رو هم رفته 10 نفر بودیم سر قلعه داشتیم مبارزه میکردیم، خیلی حالت عادی اون داشتم، من کف خون قاطی میکردم، چه برسه بخواد بتل 30 دقیقه یه 50-50 باشه. و اونم جذابیتش اینه که سر یه چیزی داره فایت میشه که خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. یعنی اگر فکشنتون مثلا قلعه رو 50-50 ببره، اون شهر رو نبرد ستلمنتو اون شهر رو صاحب میشه و میتونه تکس بگیره، میتونه پول بگیره از بقیه پلیرا، فوق العاده است و میتونه آپگرید بکنه شهر رو، اصلا اسم بنرمون میخوره اون وسط، فوق العاده است. واقعا دوست دارم تعدادمون بالا بشه و پلیرهای خیلی حرفه‌ای بریزن تو بچه‌ها پاره کنیم، واقعا خیلی مهمه. خیلی مهمه. آره نمیتونید فکشن دامیننت رو بردارید. یعنی چی؟ یعنی اول بازی که جوین میشید مپو که ببینید، میبینید مپ کلا سفیده. چرا؟ چون مپ دست کراپشناست. یه فکشنی تو بازی هستش که پلیرها نمیتونن جونشن، مثل تراویان چی بود؟ یه فکشنی بود که میزد همه رو میگرفت میزد، آخر بازی هم مخصوصا زیاد میشد. چی بود اسمش؟ تاتار بود؟ تاتارها؟ یه همچین مزخرفاتی بود. این هم یه همچین داستانی، یه فکشن هستش به اسم کراپشن که اون قلعه داره، بعد مثلا اون قلعه ها رو باید اولین بار پلیرها حمله کنن از اونا بگیرن. یه نکته ای که الان اینجا گفتش اینه که فکشنی که بیشترین مپو کسب کرده، فتح کرده، شما نمیتونید جوین اون فکشن شید، یعنی فکشن برنده رو نمیتونید بهش جوین شید، بعد فقط جوین فکشنایی که ضعیف‌تر هستن بشن، یا اینکه اون فکشنه مثلا یه قلعه‌شو از دست بده، یه بالانسی رعایت بشه تا بتونید جوین اون فکشن شید. هر 120 روز هم میتونید فکشنتون رو چنج بدید. خیلی خوبه. بعضیا میگن آقا جان چرا نمیشه 120 روز بس؟ چرا باید 120 روز وایسی؟ اصلا توی بازی نباید اجازه بدن شما فکشنتون رو چنج بدید. اما این بازی برای اینکه بتونه بالانس رو حفظ بکنه این کارو کرده که بازی بالانس بشه، به تو امکان بالانس شدنش وجود داشته باشه. شما هر 120 روز میتونید فکشنتون رو سواپ بکنید. خیلی خوبه. یه نکته خیلی جالب، ببین الان البته کاملی نگفت، گفت میتونید با پلیرهای بقیه فکشنا گروپ بشید اما نمیتونید توی گیلد باشید. این خیلی مهمه. و یه نکته دیگه که داره، میتونید با پلیرهای بقیه فکشن ها هم اکسپدیشن برید. اکسپدیشن چیه؟ اکسپدیشن همون دانجنایه که تو ووو بود، همون دانجن میشه دیگه. میتونید خیلی راحت اینوایت بدید و با هم دیگه 5-6 نفری دانجن یا همون اکسپدیشن برید. اسم کمپانیا و اسم کاراکترها ورلد واید لاکه، یعنی شما اگه یه دونه کاراکتر میسازی تو سرور اروپا، تو سرور آمریکا لاکه. That's fucked up. یعنی اگر مثلا من تو اروپا سرور کاراکتر یا مثلا بسازم، مثال میگم که بشناسید، ازمانگولد تو آمریکا تو سرور ریجن آمریکا نمیتونه ازمانگولد بود. That's fucked up. یعنی این که meaning that you are get فکت آمریکایی‌ها کونشون پاره است، باید یه دور بیان تو اروپا بازی کنن، اسمشون رو رزرو کنن، لول اپ کنن، کمپانیشون رو بسازن، اسم کمپانیشون هم رزرو کنن که کسی دیگه ور نداره، بعد دوباره که تو آمریکا بازی فرداش ریلیز میشه دوباره بازی کنن که بعد برن اونو دیلیت کنن بیان اینجا دوباره بسازن. بعد نمیتونن اسم چجوری اسم کمپانی میخواد رزرو نگه دارن. یه کاراکتر میسازه، احتمالاً یه کاراکتر بعد بسازی که اسم خود کاراکتر رزرو کنی، یه دونه کاراکتر هم بعد بسازی که اسمش در دیوار باشه ولی باهاش بری لول اپ کنی و اسم کمپانی تو رزرو کنی. اگر یه اسم کمپانی رو بسازی دیلیتش هم بکنی دیگه نمیشه اون اسمو گذاشت. کاراکترها
اوکیه، یعنی دیلتش بکنی دوباره میتونی، ولی اسم کامپانیا نمیشه. این چیزی که میخواد الان بهتون توضیح بده بهش میگن تاون بورد کوست. یه خورده جدیده، برای خیلی ها جدیده، حتی برای MMORPG بازی ها بازا. برای اینکه بیشتر بهترین متوجه بشی، چون دوست دارم بچه‌ای که تو بازی قشنگ اینو درک کنه، کسی هر شهر یا هر ستلمنت که یه صاحبی داره، اون صاحب شهر یا همون کمپانی که صاحب اون شهره، وظیفه داره شهر رو آپگرید کنه. یعنی اون تکسی که از بقیه پلیرها میگیره، حالا چه تکس ترید، چه اجاره خونه است، تکس خونه است، چه تکس استوریج، نمیدونم چی چیه، هر کدوم از این چرت و پرتا، اینا همه هزینه پوله که بره دست صاحب شهر، اون کینگی که پوفیوزی که الان شهر دستشه، و اون بیاد شهر رو آپگرید کنه، شهر رو آپگرید کنه، فورجش رو آپگرید کنه، تاوراشو الان اینجا زده دیگه، هارد پوینتش رو آپگرید کنه، فورجش رو آپگرید کنه، ماینش رو آپگرید کنه، تاون آپکیپش رو آپ کنه. البته تاون آپکیپ آپ کردن نیست، عذر میخوام، تاون آپکیپ چی، کوستایی که شما انجام میدید که شهر همینجوری کاراش ادامه پیدا کنه، اینا رو اگر آپگرید نکنه، مخصوصا آره فورج و هارد پوینت، شما کوستای ضعیف‌تری میگیرید. اینو پس تو خاطرتون داشته باشید. حالا تاون بورد پروژه چیه؟ تاون بورد پروژه همونجوری که گفتم نسبت به آپگریدی که شهرتون میشه، صاحب شهر شهر رو آپگرید میکنه، شما کوستای بهتر میگیرید. اینجا یه سری کوسته که شما با تحویل دادن یه سری آیتما اکسپریانس میگیری. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی یه نکته خوبی که این تاون بورد کوست داره اینه که کوستاش همه تحویلیه. بعد تحویلی چه تحویلی؟ تحویلی آیتمایی که به قول معروف بایند نیست. شما میتونید خیلی راحت برید از اکشن هاوس یا همون ترید مارکت توی این بازی، تو ووو، اگه من هی رفرنس ووو میزنم چون احتمالاً ووو پلیر زیاد دارید، میتونید برید از اکشن هاوس یا همون ترید مارکت، مثلا برید این گوشته رو بخرید، بیاید تحویل بدید، زارت ایکس پی بگیرید. یعنی گولد میدی ایکس پی میگیری، به همین سادگی. البته خیلی توجه کنید که این کوستا الان مثلا خیلیشون ایکس پی درست حسابی نمیده، ببینید که کدوم ایکس پی بهتری میده. اینا رو اسپم نکنید، چون میتونید با اینا خیلی ابیوز کنید. اینا رو اسپم نکنید، ولی بهتریناشو بگیرید، اونا که بیشتر ایکس پی میدن، و تحویل بدید. مخصوصا این که به هیچ عنوان آیتمای خامتون رو اینجا نفروشید. چرا؟ چون آیتمای خامو به راحتی میتونید تبدیل به بهتر کنید و اون حداقل تیر 2 شو بیارید با ایکس پی بیشتری بدید، هم جابتون لول اپ میشه هم ایکس پی میگیره. یه نکته خیلی مهم، الان داره راجع به خریدن خونه صحبت میکنه و من لازم دونستم که الان یه توضیح سریع بهتون بدم. ببینید تو این بازی شما میتونید خونه بخرید و تکس هم داره دیگه، بعد هر روز یه مقدار گلد بدید به خاطر این خونه که اجاره کردید. خونه بهتون سه تا ویژگی اصلی میده، سه تا فیچر اصلی داره خونه. در اصل شما به خاطر این سه تا فیچر دارید خونه رو میخرید. گزینه اول اینونتوری اضافه، گزینه دوم تلفن زنگ میخوره. خریدن خونه تو این بازی مثل یه چاقو دو لبه میمونه. ببینید تو این بازی راحت شما میتونید گولد فارم کنید. بهتون قول میدم اگر تا لول اونجوری که من بازی کردم، من وحشتناک گولد فارم، یعنی تو بتاش من تا لول 25 رفتم، 10000 گولد من فارم کردم به راحتی. یعنی اصلا گولد فارم کردنش انقدر جذابه و فروشش. تنها کاری که لازمه بکنید اینه که آیتمایی که فکر میکنید مردم لازم دارن رو بفروشید. خریدن خونه داشتم اینو میگفتم مثل یه چاقو دو لبه میمونه. شما میتونید 2500 تا گولد جمع کنید مثلا تا لول 15، بعد مثلا برید یه خونه بخرید. و یه نکته ای هم که وجود داره اینه که شما اولین خونه ای که میخرید 50% تخفیف داره، 50% تخفیف داره. پس چیکار میتونید بکنید؟ یا میتونید مثلا برید 2500 تا خونه عادیه، 50% هم تخفیف میشه 1250 تا. برم مثلا لول 15 شدی، میگی خب من 1500 تا چقدر گولد جمع کردم، برم یه خونه بخرم. That's fucking اشتباه. That's wrong. البته نمیگم اشتباه، خب چون فست تراول بهتون میده، استوریج اضافه میده، بعد پرکاتون رو میتونه آویزون کنه. البته تو لول 15 شما هیچ پرکی ندید. استوریج هم به نظر من استوریج همون تاون هال، استوریجی که تو خود شهره، به نظر من کافیه. یه دونه میمونه مثلا فست تراولش که آدم میتونه چشم پوشی کنه، چون تلپورت هم کم نیست. اما اگه کسی حالا بلنشه بازی کنه، یه نکته که وجود داره، چون اولین خونه 50% تخفیف داره، من بهتون پیشنهاد میکنم اولین خونه تون گرونترین خونه ای که میتونید بخرید بخرید. گرونترین خونه
این بازی مثلا هست 7000 تا سکه تا 10000 تا سکه. خیلی بهتره که شما یه خونه 10000 تا سکه رو با 50% تخفیف بخری 5000 تا اینکه مثلا یه خونه چرا بگم 2500 با تخفیف بخری 1000 تا، یعنی 5000 تا سود کردی. پیشنهاد من اینه که اولین خونتون رو دیر بخرید و وایسید پولتون که سرشار شد گرونترین خونه رو بخرید که مثلا چیز بشین. خب خونه هر چی گرونتر البته تکسش بیشتر، پرک بیشتری میتونید تو دکوراسیون خونتون بذارید. خب این پرک ها و بافا بهتون توی فارم کردن اینا بیشتر کمک میکنه. اگه توجه کنید اون بالا الان البته پاس کردن معلوم نیست. تایم all missions with refresh 3 دقیقه اگه معلوم بشه 3 شو میبینید. اون تایم بالا رو ببینید، هر از اون تایم این کوئست ها ریسیت میشه. اگه آباندام بکنی کوئست جدید میگیری. خیلی مهمه ها، مثلا اگه اشتباه نکنم این کوئست ها یروب به یروب ریسیت میشه. تایم دقیقش رو نمیدونم دقیقا فول تایمش چقدره، اما خیلی خوبه. مثلا شما یه 4 تا کوئست از اینجا میبینید که خب ایکس پی خوب میده، 4 تا هم نه اصلا 2 تا کوئست ایکس پی خوب میده، یه رو بعد ریسیت میشه، این دوتا رو تحویل میدی، میری یه رو بعد دوباره میای 2 تا دیگه تحویل میدی. خیلی تو ایکس پی کمک میکنه واسه کسایی که میخوان مستقیم لول اپ کنن.